ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری پس از انقلاب اسلامی در ایران که مخالفتش با آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار انقلاب بر سر نقض حقوق بشر باعث خروج او از ایران شد، اما همواره وقایع ایران را زیر نظر داشته است، معتقد است اعتراض به گرانی قیمت‌ها و بیکاری در ایران بهانه‌ای برای اعتراض‌های گسترده‌تر است. بله، اصلاً شعارها می‌گویند به اینکه جنبش یک اعتراض به گرانی است یا نه توقعات گسترده‌تری مطرح شده در این جنبش در شهرهای مختلف ایران. شعارها در واقع دو دستن که یه دستش هم خودش دو دسته می شود. این لحاظ شما جامعه شناسی عرض می کنم. شعارهایی که مربوط می شوند به اعتراض و شعارهایی که مربوط می شوند به هدف. اونا شعارهایی که مربوط می شوند به هدف شعارهای مستمری هستن، یعنی در جنبش های قبلی هم همین شعارها داده شده. خصوصا یک تصحیح مهم هست در رابطه با جنبش سال 88. مثلا اونجا در اون جنبش بوده رأی منکو، در این جنبش شده حق منکو. همین امروز هم مثلا در تهران، دیروز در قزوین، امروز در تهران شعار می دادن بیرون بریز هموطن حق تو فریاد می زن. این جانشین شده رأی منکو، این بسیار گویایی داره. یا استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی، این یک شعار مستمره. در اواخر جنبش 88 هم این شعار وارد شد در اون جنبش. اما اونهایی که باز هنوز از اونهایی که گویایی هدف میکنه، مثل مرگ بر دیکتاتور یا مرگ یا آزادی، عرض کنم به شما ملت گدایی میکند، آقا خدایی میکند، اینها گویای نفی این رژیم است، نه گویای اعتراض به گرانی. گویای این است که در این نظام راه حل نمیبینه. خصوصا یک شعاری امروز دانشگاهیان دادن که این بسیار گویاست، میگوید اصلاح طلب، اصولگرا، دیگر تمام ماجرا. یعنی جامعه داره به این نتیجه میرسه در محدوده این رژیم مسائل که خود این رژیم ایجاد کننده اونها هست قابل حل نیستی. خب یه شعارها هم هست که اعتراضی از زندگی گران به تنگ آمدن. بعضی ها نه، گویایی یک آگاهی مهمی وقتی میگوید که دین رو پایه میکنه، ملت رو زنده میکنه. این یعنی که جامعه داره متوجه می شود که دین قربانی اول این رژیمه و از خود بیگانه می کند این رژیم دین رو، برای اینکه وسیله کنه برای سلطه بر مردم و همینجور که خود مردم شعار می دهند ذله کنه مردم رو. آقای بنی صدر که در مسابقه اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا صحبت می کرد، همچنین بر دلایلی تاکید کرد که حکومت همزمان با تظاهرات مردمی برای برگزاری تظاهرات به طرفداری از حکومت سازماندهی کرده است. تظاهرات دولتی خود چیزای سازمان یافته است. هر رژیمی میتونه از این نوع تظاهرات برپا کنه. هر استبداد این کار میکنه. اون چیز خاص این رژیم نیست. اما یه وقت هست که اقبال همگانی وجود داره، یه وقت هست نداره، مثل امروز. اینا در تهران و شهرها به رغم این دادغالی که دستگاه تبلیغاتشون میکنه نتونستن حتی اون مثلا اجتماعهای رسمی رو در اون حدی که قبلا ترتیب میدادن امروز موفق نشدن، بنابر گزارش هایی که من دریافت کردم. بنابراین در واقع رژیم با همین تظاهرات امروز خود هم میگوید در جامعه یک عقبیت بسیار کوچکه. چون اگر امروز این ترتیب این تظاهرات نمیداد معلوم نمیشد، میشد گفت تو شهران خیلی جمعیت نبوده. بله، حالا هنوز راهه تا ما به یک جنبش همگانی برسیم. باید این شعارها اصلاح بشوند
کاملا منطبق باشن با هدفی که جنبش همگانی میتونه داشته باشه تا این جمهور مردم بپیوندن به این حرکت. اما وقتی خود رژیم عمل متقابل میکند و جمعیت کشی میکنه و در این جمعیت کشی شکست میخوره، به فریاد به خود مردم ایران و به مردم جهان میگوید که در ایران یک عقلیت محضه. الان میشود به زرس قاطع گفت که همون 4-5% قبلی هم الان نیست.